سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران امروز با تغییر در موضع خود در قبال معترضین، با تاکید بر این که اگر این افراد در چارچوب قانون اساسی حرکت کنند نظام آنها را برانداز نمی‌داند، گفت قانون اساسی ما اعتراض را پذیرفته و اعتراض حق هر شهروندی است و ما هیچگاه معترضین را برانداز نخوانده ایم. وی با اشاره به سخنان آیت الله خامنه‌ای در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مبنی بر این که در شرایط کنونی همه جریان‌ها و گرایش‌های داخلی نظام باید خط و مرز خود را با دشمن به صورت شفاف مشخص کنند، تاکید کرد تفسیر این فرمایش این است که ما امروز در کشور چند جبهه نداریم، بلکه دو جبهه انقلاب و ضد انقلاب مورد نظر است. محمود احمدی نژاد امروز پس از افتتاح واحد احیای خط یک فولاد خراسان، با تاکید بر این که کاروان پیشرفت ملت ایران با سرعت و شتاب در حال حرکت است، ادعا کرد در حالی که اقتصاد سرمایه‌داری با مشکلات سنگینی مواجه شده و اساس پایداری خود را از دست داده است، اما اقتصاد ایران که بر عدالت و انسان کمالجو و تکریم انسانها پایه‌گذاری شده است، حرکت رو به رشد خود را دارد. وی با اشاره به این که در ایران وسیع و قدرتمند نباید فقر و بیکاری باشد، خواستار سر و سامان یافتن اقتصاد ایران شد و در این حال به فعالان اقتصادی درباره آنچه نقشه‌های دشمنان می‌خواند هشدار داد. آنها نمی‌خواهند در ایران آجر روی آجر گذاشته شود و ما به رغم خواست آنها باید این مسیر را با سرعت پیش برویم، چرا که امروز ساختن ایران ساختن دنیای شکوهمندتر برای همه بشریت است. سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در اظهاراتی که امروز منتشر شد گفت اظهارات اخیر فرماندهان نظامی آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای تهران حساب نشده است. و گفت فرماندهان نیروهای آمریکایی در منطقه با وجودی که خودشان بارها اظهار کردند که درگیری نظامی با ایران به شدت خطرناک است و کل منطقه را برای آمریکا ناامن می‌کند، باز هم حرف‌های حساب نشده درباره مراکز صلح‌آمیز سوخت هسته ایران می‌زنند. اظهارات فیروزآبادی ظاهراً واکنشی است به گفته‌های اخیر ژنرال دیوید پتریاس، رئیس فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، که گفت اگر مذاکرات به شکست بیانجامد، یک رشته طرح‌های احتمالی برای مهار جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران در نظر گرفته شده است.